دوستان گرامی خانم ها آقایان از انجمن دوستداران فرهنگ ایران سپاسگزارم که بار دیگر افتخار حضور در این جمع را به من دادند تا پاره ای از افکار درباره ایران و مبارزش برای رسیدن به آزادی و آینده بهتر را با شما در میان بگذارم دو سال از قیام تاریخی مردم ایران در خورداد 1388 میگذرد و اکنون فرایندی مانند آن را در جهان عرب شاهدیم فضا آکنده از آشفتگی هرج و مرج و سرکوب وحشیانه است برخی نمیدانه میپرسند چه شد آن همه امیدی که به آینده بهتر بسته بودیم میپرسند آیا مبارزه برای آزادی شکست خورده است؟ من اما بر این باورم که طرح چنین پرسش هایی نادرست است. آنچه در راه مبارزه برای آزادی باید پرسید این است. آزادی برای چیست؟ جامعه که پس از کسب آزادی در طلب ساختنش هستیم به یک باره ظاهر نمی شود. فردای بهتری که دنبالش هستیم امروز شکل می گیرد. این فردا باستاب فرهنگ، باورها و روابط روزمرمان با دیگران در جامعه است. فرایند تحول دیری است که آغاز شده است. بنا نیست سب کنیم تا حاکم جبار سریر قدرت را رها کند بزرگترین جبر در راه مبارزه برای آزادی جبری است که خود بر خودمان تحمیل می کنیم پیش از هر چیز باید از خود را از عادات و افکار واپس ای که گرفتارمان کرده رها سازیم جامعه ای که در جستجویش هستیم با جایگزین کردن مستبدی با مستبد دیگر محقق نخواهد شد. تغییر ماندگار فقط با بیداری اخلاقی و تحول ریشهای در همه اخشار جامعه حاصل می شود. در 17 دسامبر 2010 در شهر محروم سیدی بوزید در تونس میوه فروشی به نام محمد بو عزیزی گاری میوهش را مثل هر روز پر از سیب و پرتقال و خورما کرد بو عزیزی بیست و شش سال داشت سه ساله بود که پدرش را از دست داد و از ده سالگی نانآور خانه شد با حقوق ناچیز دستفروشی زندگی مادر و دایی و پنج خواهر و برادر کوچکتر از خود را تأمین می کرد. آن روز وقتی بساط میوهش را در بازار علم کرد یک پلیس آمد و کیسهش را پر از سیب کرد و پول نداده رفت چنین سو استفاده هایی از قدرت در تونس عادی بود واقعیت روزمره محرومانی بود که دستشان به هیچ قانونی بند نبود وقتی محمد اعتراض کرد با ضربه های باتوم ماموران پلیس نقش زمین شد به زحمت بلند شد و روی پایش ایستاد اما دوباره سیلی خورد و تحقیر شد و ناسزا شنید ترازویش هم توقیف شد با چشمان پر از اشک خشم گفت من چه کردم که این کارها را میکنید آزارم به هیچ کس نرسیده فقط میخواهم یک لغم نان در بیاورم برای شکایت به شهرداری رفت اما باز هم کتک خورد و تحقیر شد بعد از فرماندار محل درخواست ملاقات کرد اما هیچ شک از مقامات حاضر به دیدار او نشدند مرد جوان از عصبانیت به خود میپیچید و پیش دوستانش خار و خفیف شده بود به دیگر دستفروش ها گفت دیگر تحمل این همه آزار و اذیت پلیس را ندارد گفت در اعتراض به این بیدالتی خود را به آتش می کشند. دوستانش باور نکردند اما دقایقی بعد جلوی ساختمان شهرداری خود را به آتش کشید چند روز بعد به علت جراحت های شدید ناشی از سوختگی در بیمارستان جان سپرد وقتی خبر این واقعه هولناک در سیدی بوزه پیچید شهر آتشفشانی شد و فوران کرد تصاویر اعتراض های خیابونی در فیسبوک و شبکه الجزیره پخش شد و زمینه را برای سرنگونی رژیم فاسد رئیس جمهور بن علی از سوی مردم فراهم کرد خودسوزی محمد بو عزیزی جرقه بود بر آتشی که در جهان عرب برافروخته شد در ماهای آتی شاهد وقایعی بودیم که واقعیت خاور میانه را برای همیشه عوض کرد از اعتراضات مسالمت آمیز و الهام بخش مردم در میدان تحریر قاهره تا قتل عام مردم در لیبی و سوریه میلیونها نفر با وجود تانک های ارتش و پلیس مخفی و لباس شخصی های چماق به دست به خیابان ها آمدند و در راه مبارزه برای هدف مشترک یعنی آزادی تفاوت های قومی و دینی و ایدئولوژیک را کنار گذاشتند فرهنگ انفحال و شهید پروری جای خود را به فرهنگ مبارزه و استقلال داد استیصال جوان میوه فروش تونسی خشم توده مردم را علیه سالها فساد و سوء استفاده از قدرت برانگیخت. اینها همان مردمی بودند که برخی گمان می کردند توانایی تغییر را ندارند اما اکنون بیدار شده بودند و مبارزشان در راه عدالت و آزادی بخشی از مبارزه تاریخی بزرگتری شد برای اعاده کرامت انسانی در 21 فوریه 2008 یک سال و نیم پیش از ظهور جنبش سبز از پس در پس انتخابات بحث برانگیز خرداد 1388 و سه سال پیش از بهار عرب در کمیسیون دولت آمریکا حاضر شدم تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شهادت دهم اساس شهادتم بر این بود که دنیا از اهمیت خشم و استیصال جوانان ایرانی که هفتاد درصد جمعیت کشورند قافل است معترضانه گفتم پس از گذشت چند سال از واقعه 11 سپتامبر رسانه های غربی هنوز دارند با خبرهای جنجالی درباره تروریست های اسلامی جلب مخاطب می کنند. آن هم به قیمت سکوت در برابر وقایع دیگر. آنان قافلند که جامعه همچون جامعه ایران به واسطه تغییرات ناگزیر جمعیتی از درون دستخوش تحولاتی عمیق شده است. نسل جوان ایران نسلی سرخورده است که از ایدولوژی گذر کرده و در آرزوی جامعه‌ای باز و موفق است که در آن اصل بر دموکراسی و حاکمیت قانون است. نسلی آشنا به اینترنت و شیفته شبکه های ماهوارهی که شعار برخورد تمدنها و پیروزی اسلام بر غرب دیگر برایش جاذبه ندارد. شعاری که رهبران نامحبوب به آن دامن میزنند چون چیز دیگری برای عرضه به ملتشان ندارند جامعه ایران جامعه پویا و متنوع است متشکل از فعالان فعالان دانشجویی و روشنفکران روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان فمینیست ها و هنرمندان معلمان و اتحادیه‌های های کارگری اینها عناصر در همتنیده جامعه مدنی نوظهوری است که تندروهای تهران را میترساند نفوذشان به سازمانهای غیردولتی و بازداشت و محاکمه رهبران این سازمانها خود حاکی از این ترس است آن زمان این حرفها را به سخره گرفتند و تحول ایران بر پایه اصول جامعه مدنی را خیال پردازی‌های های ساده انگارانه محققی آرمانگرا دانستند. فرض قالب این بود که یا باید واقعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به همان شکل که هست پذیرفت یا باید با مداخله نظامی با آن برخورد کرد. قیاس جوامع مدنی خاور میانه و جنبش هایی که در سال 1989 به کمونیسم در اروپای شرقی پایان داد را قیاسی بی پایه و اساس می خواندند. استدلالشان این بود که ملل جهان اسلام از پذیرفتن دموکراسی و حقوق بشر آجزند فرهنگشان را فرهنگی تکبودی و ایستا مینامیدند که ریشه در تهجر و خشونت دارد آنچه استدلالیان نمیدیدند این بود که این جوامع پویا و متنوع در حال گذار از سنت به مدرنیتند فراموش می کردند که اروپا چهار قرن جنگ و انقلاب را پشت سر گذاشت تا به دموکراسی رسید حقوق بشر را مفهومی غربی دانستند نادیده گرفتن واقعیتی تاریخی است تصویب منشور جهانی حقوق بشر در سال 1948 از سوی سازمان ملل متحد به دلیل خشونت بی سابقه نازی ها در آلمان بود به دلیل وحشیگری عده بود که خود را متمدن می دانستند. هیچ فرهنگی یا تمدنی در دنیا نیست که متولی بیچون و چرای کرامت انسانی باشد همان گونه که مردم اروپا و آمریکا عدالت و آزادی میخواهند جوانان خیابانهای ایران و جهان عرب نیز تشنه آزادی اند. خاور ای که امروز شاهدش هستیم دوران بلوغ فکری خود را می گذارند. آرزوی مردم برای آیندهی بهتر شهامت و مقاومت مسالمت آمیزشان در برابر خشونت بیامان و تن ندادن به زورگویی و فساد همه گواه این است که کرامت امری ذاتی است و متعلق به تمامی انسانها. در سال 1989 پس از فروپاشی دیوار برلن و اتحاد جماهیر شوروی فرانسیس فوکویاما فیلسوف سیاسی و تئوریسین آمریکایی مقاله منتشر کرد به عنوان پایان تاریخ در آن روزهای پرحادثه من دانشجوی حقوق بودم با گرایش حقوق بشر قدرت بینظیر و وصف ناپذیر مردم و شکست کمونیست های بظاهر شکست ناپذیر در انقلاب مخملی برایم حیرت انگیز بود فوکویاما در آن مقاله به قطعیت اعلام کرد آنچه شاهدش هستیم نه فقط پایان جنگ سرد میان غرب و شوروی و گذر از دوران خاصی از تاریخ بس از جنگ است بلکه پایان تاریخ است به گونه ای که تا کنون میشناختیم یعنی پایان تحول ایدئولوژیک نوع بشر و جهانی شدن لیبرال دموکراسی غرب به عنوان شکل نهایی حکومت در جوامع بشری اما دیری نپایید که خود برتر انگاری غرب جای خود را به واقعیتی تلختر داد نبرد میان سرمایهداری فر فرساینده جهانی و نفرت خشونتبار قومی بنجامین باربر در کتاب خود جهاد علیه مک‌ورلد به بررسی این موضوع می پردازد مکورلد واجهی که به قیاس از مکدونالدز ساخته شده نماد هویت مادیگرا و سبک زندگی است که شرکت‌های قدرتمند چند ملیتی در نظام سرمایهداری مصرفی به مردم دیکته می‌کنند. و جهاد کنایه از واکنش خشن و ستیز جویانه بنیادگرایان, مذهبی است به این مادیگرایی غیر انسانی به دو واقعه مهم تاریخ اخیر آمریکا توجه کنید حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 و بحران اقتصادی سال 2008 که ناشی از فساد مالی و تبانی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی بود تلقی آرمانی فوکویاما از دموکراسی غربی به عنوان نقطه پایان تاریخ نه تنها به حقیقت نپیوست بلکه جهان به صحنه کارزار میان دو نیروی رقیب بدل شد که هر یک تلقی خود را از آینده دارند و هیچ یک در بهبود, در بهبود وضع بشریت موفق نبودند یک سوی تیف فرهنگ آزمندی است که به غنی شدن عدهای معدود و فقیر شدن میلیونها نفر و تخریب محیط زیست میانجامد و سوی دیگر آن فرهنگ نادانی و تحجر است که پاسخ به سلطه سرمایهداری هویتی متظاهر و نفرت مدار است آنچه در این تقابل آشکار است نوسان تاریخی ایران میان سنت و مدرنیته است میان قرب زدگی و ماندگی این آشفتگی و سردرگمی را در خیابانهای کشورهای عربی نیز میتوان دید نوسان بین گذشته و آینده حال سوال این است که مبارزه در راه آزادی برای چیست؟ چرا مردم در برابر گلوله و باتومهای پسیجی در خیابان می استند. برای آنکه اتومبیل های بهتری برانیم یا برای آنکه لباس های مارکتار بر تن کنیم و یا برای اینکه ارج و قرب اجتماعی به متراژ خانه و ثروتمان باشد شکی نیست که انتخابات عادلانه آزادی بیان و حقوق بشر آرزوی هر انسانی است اما وقتی آزادی محقق شد باید آن را مسئولانه و در جهت اهداف والاتر به کار برد ساختن ای که کرامت انسانی را عرج می نهد، فقط با وجود نهادهای سیاسی میسر نمی شود ساختن چنین جامعی نیازمند عادات و نگرش است که همبستگی اجتماعی و رشد و بالندگی فرهنگی همگان را به عنوان موجوداتی اخلاقی و روحانی ترویج می کند. ای که افرادش بیشتر و بیشتر مصرف می کنند و کمتر و کمتر خوشنودند آبروی آزادی را برده است. فرهنگ مادیگرایی مخرب و ظالمانه که دنیا را فرا گرفته بیشک نقطه پایان تحول نوع بشر آنگونه که فوکویاما میگوید نیست. دموکراسی پایان تاریخ نیست آغاز آن است چارچوب ساختن جامعه است که توانایی های عمیق انسانی را در یکایک که ما شکوفا می کند. در بهار 1362 زندانبانان زندان سپاه شیراز بدن شکنجه شده نصرت یلدایی 46 ساله را به بند عمومی زندان انداختند. خانم یلدایی از اعضای محفل محلی بود که همراه چند تن دیگر از بهایان دستگیر شده بود. او را بیرحمانه شکنجه کردند زیرا وقتی در دادگاه انقلاب حاضر شد نام دیگر افراد جامعه بهایی را فاش نکرد. شکنجگرش مردی به نام عبدالله پنجاه ضربه شلاق بر پشت و پنجاه ضربه دیگر بر کف پایش زد. وقتی ضربه های شلاق را بر بدنش وارد می کرد، به تعنه می گفت پس به حالا کجاست که از دست من نجاتت دهد. وقتی زندانبانان بدن آغشته به خونش را به جلوی دیگر زندانیان انداختند، تهدید کردند اگر کسی کمکش کند به سرنوشت او دوچار خواهد شد. در ابتدا کسی به او نزدیک نشد اما بعد زنی به نام محوش زندانی سیاسی 26 ساله مسلمانی که کودک دو سالهش نیز در زندان همراهش بود به کمک خانم یلدایی شتافت لباسهای های خون آلود را از تنش در آورد و بدنش را تمیز کرد و گفت هیچ ترسی از کشته شدن ندارم وظیفه انسانی هم به من حکم می کند که کمکت کنم مهم نیست بهایی باشی یا مسلمان برای من تو انسانی جمهوری اسلامی ناانسانیت نشان داد و محوش انسانیت از خودگذشتگی او بذر فرهنگی را پاشید که باید در ایران ریشه بدواند اگر بخواهیم از گذشته تاریک به سوی آینده درخشان برویم حقوق بشر تنها با بیرون راندن حاکمان مستبد محقق نمی شود مستبد قدرتش را از هوادارانش می گیرد و هواداری از استبداد در فرهنگی بال و پر می گیرد که اساس تمدن را بر کرامت انسانی بنا نمی نهد. بارها و بارها در تاریخ دیدیم که به نام آزادسازی مستبدی بدتر جای مستبد پیشین را گرفته است. آمال و آرزوهای نسلی که در سال 1357 شاه را سرنگون کرد چه بود؟ سی سال بعد کجاست آن آرمان شهری که در طلبش بودند؟ صفحات آغشته به خون تاریخ گواه آنند که هر بار خشونت و تنفر وسیله رسیدن به قدرت بوده نتیجه نیز خشونت و تنفر بوده وسیله و هدف پیوندی ناگسستنی دارند نسل جوان که اعتراضش را در خیابانهای ایران و جهان عرب بیان می کند راه رسیدن به جامعه ای ادالت مدار را خشونت پرهیزی می داند. در این مبارزه محک سنجش پیروزی این نیست که کدام رژیم بر مسند قدرت است طبیعی است آنان که مرتکب جنایت علیه بشریت شدند باید در دادگاه محاکمه شوند اما تنها راه رسیدن به نظام سیاسی انسانی فرهنگی انسانی است و ما همه در این فرایند نقش داریم زیرا تعریفی که از قدرت و عدالت در روابط و تعاملات روزمره داریم نهایتا واقعیت سیاسی جامعه ما را شکل خواهد داد شکوه از رهبران و دولت ها آسان است اما آنچه آسان نیست ایجاد تغییری هدفمند است بر زبان آوردن حقیقت و ایستادگی در برابر سرکوب و بیعدالتی است پیش از هر چیز باید دید آیا خواستمان برای جامعه ای عدالت مدار با رفتارمان یکی است یا خیر برداشت ما از قدرت با روابط خانوادگی شروع می شود رابطه میان زن و شوهر والدین و فرزندان انسانیت ما در روابطمان با همسایه و همکار محک زده می شود احترام و محبت در این فضاهای صمیمی رشد می کند و در نهایت همین الگوهای رفتاری است که در فضای سیاسی عمومی تسری یابد. پلیس های تونس به محمد بوزیدی بی حرمتی کردند چون سوء استفاده از قدرت در مقابل انسان ضعیفتر را حق مسلم خود می‌دانستند آنها نیز به یقین مورد بی حرمتی خود بودند این الگوی رفتاری همین گونه تداوم می آبد تا میرسد به شخص رئیس جمهور بن علی پایه‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم در رفتار با نزدیکان در خانه محل کار و همسایگی ساخته می‌شود آنچه در وقایع اخیر ایران شگفت انگیز است تحول فرهنگی عمیق مردم است مهم نیست کدام رهبر و گروه در رأس کار است مهم آن است که باورها و روابط اجتماعی در حال تحول است. ملت ایران جامعه مدنی پویایی را بنا نهادند که علا رقم تلاش های نظام از بین نخواهد رفت. ملت ایران ملتی متشکل از زنان، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، فعالان اجتماعی، اقلیت های مذهبی و قومی، شهروندان دیندار و سکولار. هیچ کس حتی رهبران قدرتمند نیز نمیتوانند چندگونگی چنین ملتی را نفی کنند زبان مشترک نسل جدید حقوق بشر است بنیان تفکرش این است که همه شهروندان ایران باید در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردار باشند فضای تازه‌ای برای گفتگو باز شده است موج عظیم این نیروی شگفت انگیز اجتماعی هر روز خروشانتر می شود و قدرت سالار در برابر امیدها و آرمانهای نهفته در این موج احساس خطر میکنند. گذشت آن زمان که رهبران به زور شعارهای انقلابی تا ابد در رأس کار می ماندند. در انبوه کنفرانسها و سمینارها و همایشها در وبلاگها و صفحات فیسبوک روزنامه ها و مقالات دانشگاهی برنامه های رادیویی و تلویزیونی، موسیقی و سینما و دیگر هنرها و حتی در صحبت های دور میز شام ایران دیگری در حال شکل گرفتن است. این انقلاب از پایین، این تحول عمیق در تصوری که از خود به عنوان یک ملت داریم نوید آیندهی درخشان را می دهد. در تاریخ، جانهای بیشماری در راه آزادی قربانی شدند. هدف قایی شاید دور بنماید، نماید، اما یافتنی است. در پایان باید گفت شاخصه ایران امروز موج جوان آرمانگرا و امید به تغییر است و هیچ کس را یاری شکستن این موج نیست. آزادی فقط قدم اول برای باستاندن انسانیت از دست رفته ما است. جامعه مطلوب ما فقط با مدارا بست ارزش های مشترک انسانی و محبت و انصاف در زندگی هر روزه بنا می شود. فردای ایران آزاد را امروز باید ساخت. سپاس بزنم.